خانم بازرگان، به ساعات پایانی دادگاه حمید نوری نزدیک میشیم. جنبندی کلی شما در مورد دادگاه چی هست؟ سلام و درود میفرستم به شما و به همه بینندگانتون. فردا آخرین روز این دادگاهه. واقعا یک دادگاه تاریخیه که باعث افتخاره که دولت سوئد چنین امکاناتی رو در اختیار ما گذاشته و تونسته در حدود 90 جلسه حمید نوری رو در روی صندلی اتهام بنشونه و اجازه بده که شاهدین و شاکیان بسیاری در مورد اون و جنایت هایی که در دهه 60 و در دوران کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 در زندان های ایران اتفاق افتاده صحبت بکنن. و خیلی جالبه که چقدر این دادگاه عادلانه بوده. به حمید نوری فرصت داده شده که وکیل‌های متفاوتی داشته باشه، اون هم از خودش دفاع بکنه، درست برعکس اونچه که در زندان‌های جمهوری اسلامی و در بیدادگاه‌های اسلامی ما شاهدش هستیم و شاهدان متخصصی آوردن که بتونن ثابت بکنن که این جنایت در واقع انجام شده، ابراز هویت بکنن از کسانی که کشته شدن که مطمئن بشن کسانی که به عنوان کشته شده ازشون نام برده میشه واقعا در زندان گوهردشت بودن و کشته شدن، و اینکه ابراز هویت بکنن از حمید نوری. این آقا فکر میکرده که پاک کردن اسامی از درون تلفن‌هاش میتونه هویت خودش رو پنهان بکنه، که خوشبختانه تونستن تلفنش رو باز بکنن و هویتش مشخص شده. اما خیلی خوشحالیم که دادستان‌ها براش حکم ابد تقاضا کردن و امیدواریم که قاضی همون رو محکوم کنه. خانم بازرگان، نقاط قوت و ضعف این دادرسی رو چگونه بررسی میکنید؟ از روز اول من فکر میکنم یکی از نقاط خیلی ضعیف این دادگاه این بود که به خاطر بی‌اعتمادی هایی که ما اپوزیسیون ایران به همدیگه داریم و بی‌اطلاعی از مسائل حقوقی و مسائل بین المللی، دعواهای بسیاری بینمون به وجود اومد. اما متاسفانه دادگاه های سوئد هم چون بسیار کانسرواتیو چی میشه بسیار سعی کردن که نشون بدن که تحت تأثیر سازمان‌های حقوق بشری و یا فشارهای خارجی نیستن، در نتیجه اطلاعات زیادی هم به بیرون نمیدادن. اون هم باعث شد و یه مقدارم بی‌سوادی و بی‌اطلاعی خود ما که ما نتونیم به خوبی با این دادگاه درگیر بشیم و واقعا بفهمیم که چه اتفاقاتی داره میافته و چه مسائل به چه شیوهی داره پیش میره، و برای همون شایعات بسیار زیادی و دعواهای حاشیه‌ای پیش اومد. اما اون چه که باعث افتخاره اینه که با وجود همه اختلافاتی که ما با هم دیگه داریم، اختلافات سیاسی و فکری، تونستیم همه در کنار هم بایستیم. افرادی با از گروه های مختلف سیاسی، چپ های متفاوت، سازمان مجاهدین، گروه فرقان، خانواده های قربانیان همه اومدن و شهادتشون رو دادن و این شهادت ها ترسیم کرد که واقعا این رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی چه رژیم خطرناک و بدی است. و یکی دیگه از نقاط ضعف ما به عنوان اپوزیسیون اینه که ما وقایع رو به درستی ثبت نکردیم، چون واقعا 40 سال پیش که اطلاعاتش رو هم نداشتیم و نمیدونستیم. تاریخ‌ها دقیق نیست، اسامی دقیق نیست، نکات ریز رو ثبت نکردیم. اتفاقا پیشنهاد من به خانواده‌های آبان 98 و دی ماه 96 اینه که برای ما که برای خانواده دهه 60 که بیش از 40 سال، برای خانواده های 67 که 30 چند سال گذشته، شما که موضوع جدیدتره اشتباه ما رو نکنید و سعی بکنید همه چیز رو به صورت دقیق تر ثبت کنید. البته شما این برتری رو هم وضعیتتون نسبت به ما داره که جمهوری اسلامی چون میخواد به جامعه جهانی بگه که یک دولت وحشی نیست، مجبور شده یک سری نکات حقوقی رو رعایت بکنه. یعنی به شماها بالاخره، به بعضی ها البته، حکم میدن یا محل دفن رو نشون میدن یا اسم دادستانتون رو میدونید، اسم قاضیتون رو میدونید. همه اینها رو ثبت کنید، هر چیز کوچکی، هر چقدر که به نظرتون غیر مهم میاد اونها رو هم بنویسید. اسم گهبان ها، سعی کنید شکل سلول ها، شکل زندان ها رو بکشید. الان امروز یکی از دعواهای وکلای حمید نوری این بود که میگفتن که یک ساختمونی که در میگفتن اینجا وجود داره در درون ماکت مجاهدین نشون داده نشده، در حالی که یکی از شاهدین پرونده بهش اشاره کرده بوده. اینه که همونجوری که میگم، این جزء به نظر ما میاد که ما رژیم رو میشناسیم و میدونیم جنایت کرده و خیلی عادی به نظر میاد، اما در دادگاه های محکمه پسند ما واقعا باید مدارک داشته باشیم. و همه ما هم که به دنبال قوه قضاییه عادلانه هستیم، به دنبال قصاص و چش در مقابل چش میستیم و به دنبال دادگاه های نادلانه رژیم میستیم. درنش از این دادگاه یاد بگیریم که مدارک رو نگه داریم و بهش برسیم. مثلا در مورد برادر خود من، اتفاق خوبی که افتاده، همون اول خانواده‌ها با خون دل اسامی زندانیان رو به خارج از کشور میفرستادن. ما موفق شده بودیم اسم اون رو همراه با اسامی دیگه به سازمان عفو بین‌الملل بدیم و به سازمان امنستی. عفو بین‌الملل از ایران سوال کرده بود حدود
300 خورده اسمشون داده بود که اسم بیژن هم در بینش بود. یک سال خورده بعد از اعدام بیژن اینها به سازمان ملل گفته بودن که بیژن فرار کرد و از کشور خارج شده، در حالی که در 6 شهریور 67 براش حکم، براش جواز مرگ صادر کردن. در نتیجه ما این اختلاف رو تونستیم به دادگاه ارائه بدیم که وقتی که در حالی که در سال در 6 شهریور 67 کشته شده، در سال 68 اینا به جامعه بین المللی گفتن که اون فرار کرده و این نشون میده که با چه رژیم دروغگویی در روبرو هست. دیگه همه چیز رو سیو بکنیم و من از همه دستاندارکنان این دادگاه، همه خبرنگارا، همه شما عزیزان و همه دادستان‌ها به خصوص، از وکلای پرونده، از همه ممنونم که چنین دادگاه جالبی رو برای ما تهیه کردن.